جنگلی دستکاش به همت دوستداران طبیعت در کرمان. بسم الله الرحمن الرحیم. اینم به جمع درختان اضافه شد. اینجا ارتفاعات مسجد صاحب الزمان کرمان و در کنار جنگل ناماشنای قائم، جایی که گروهی از دوستداران طبیعت 20 سال پیاپی این گونه با حمل نهال در اندیشه بخشیدن جانی تازه به شهر هستند. واسه نفر کارو شروع کردیم، بعد یهگاه میشد که از دوستان به تعدادمون به 20 نفر میرسید. واقعا هم کار سختی بود، خیلی کار طاقت فرسایی بود. از موقعی که نهال بودن من میدیدم که افرادی که میرن بالای کوه 4 لیتری برای تامین آبشون میبردن. الانم که خداشکر رود کشی شده و خداشکر پا گرفتن. عالیه. استخر بزرگی که شما مشاهده میکنید یک سال طول کشید آب اضافی میبردیم اینجا ذخیره میکردیم که زمانهایی که درخت‌ها احتیاج به آب دارن و آب کم میآوردیم از اونها استفاده میکردیم. چیزی حداقل حدود 2500 تا اصل نهاله های مختلف غیر مثمر در این ارتفاعات که شده. حالا ارتفاعات صاحب از زمان کرمان همچون جنگل پایین دستش محلی برای شهر نشینانی شده که بدور از هیاهوی شهر در جستجوی هوایی پاک و سالم هستند. وقتی ما اینو کاشتیم روز اول حدودا 1 متر تا 1.5 متر ارتفاع داشت و الان امروز بسیار خوشحالیم که درخت به ثمر نشست و مردم وقتی که میرن بالای کوه میتونن زیر سایه‌شون بشینن استراحت بکنن. امیدوارم کسایی هم که برخور بعد سر ما میاین اینا رو حفظ کنن و اگر شد فضا رو بیشتر و بیشترش کنیم. مسئولین توسعه جنگل‌های دستکاش در استان کویری کرمان را راهکاری برای جلوگیری از توسعه بیابان‌ها می‌دانند. تقریبا در حدود 40 تا 45 سالی که از عمر فعالیت‌های بیابان‌زدایی در استان کرمان می‌گذره، ما تقریبا حدود 200,000 هکتار عرصه جنگلی ایجاد کردیم. توسعه جنگل‌های دستکاش طی 4 دهه اخیر از تخلیه حداقل 200 روستا در نقاط مختلف استان کویری کرمان جلوگیری کرد.